یک ترانه من و تو دو عاشق دو وقت و یک ستاره چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره با مو شهری که عاشق میشه آدم اگر ویرانه باشه 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 همو بیتی که در دل می نشیند اگر گلدانه باشه 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 نگاری خانگی یاری همیشه اگر در خانه باشه 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 همیشه عشق و دیداری همیشه اگر افسانه باشه 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 سلام بیننده و شنونده عزیز بیننده محترم دوستای عزیز از طریق فیسبوک این روز چهارشنبه 23 ماه نوامبر سال 2016 از شهر یاتین برنامه رادیو ندای ماجرا شروع میکنم. من اونیس محمدی کسایی که من رو نمیشناسن خصوصا از طریق رادیو اجرا کننده از این برنامه با وجودی که نه خبرنگار هستم و تجربه هم ندارم و همچنان ما مسئولیت فرم پرواندگان اونا گوهره دارم و از حیات مدیری فرم مدیری اروپا خیر مسائل معاجرت زیاد بخیل هستم این خاطر از طریق زیرا دیر میکنم همون معلوماتی درست و سهیرا تا حدی که بتانم برای هموطنان عزیز ما در سراسری اروپا و در کجایی که دلچسپی داشته باشه با شما معلومات برسم. معلومات برنامه امروز ما یکم متفاوت تر است. اول است که ما نبودیم تقریبا یک دو هفته برنامه قبلی را شما شنیدیم ما ثبت کرده بودیم و ما برای دو هفته در آمریکا به خاطر مسائل مهاجرت در اونجا بودیم. تمام خیلی ضعیف است در کشور امریکا در دو شهر بزرگش لس آنجلس و سان فرانسیسکو بازم بخاطر مسائل مهاجرت ما اونجا بودیم و ضمناً ما مهمان برنامه امروز خانم معصومه طرفه دانشجوی رشته اقتصاد در یک از دانشگاه‌های بزرگ جرمنی و همچنان فعال حقوق مهاجرین که یک شبکه را تشکیل دادن از دانشجویان هموطن ما در جرمنی به خاطر کمک به مهاجرین در کمپایی که در خصوصا به شهر شتوتگارت هستن اینا اونجا کمک میکنن و برای علاوه از اون فعالیتشان فراتر از شتوتگارت و همکاری به شبکه‌های دیگه که برای دیگه مهاجرین کمک میکنن اونجا دارن و آمدنشان اینجا دلیلش که خاطر یک برنامه بنای یک پروژه بنام پروژه رایز است که از طرف ارگان ما تطبیق میشه به خاطر ایجاد یک شبکه سراسری اتحادیه و مهاجرین به سراسر اروپا و افراد کلیدی و افراد فعال مدنی به سراسر اروپا است و این تو یک تصمیم گرفته شده ان شاء الله که اولی چندین ورکشاپ ها و کنفرانس ها و کشورهای مختلف برگزار میشه که این ورکشاپ دومی شد که در اپریل برگزار شد با اشتراک بیش از 17 نفر از کشورهای مختلف اروپایی هم شرکت داشتند که دیروز روز آخرش رو تمام شد که من خانم معصومه طرفه هم برایش فردا است و روز ما گفتیم مهمان این برنامه ما باشه و خیلی کمی از شرایط مهاجرین در جرمنی بر ما اطلاع بده و همچنان نتیجه دیدار خود در اینجا از مهاجرینی که در اینجا داشتن چون دیدار با مهاجرین آمدن ما در اینا داشتن که سهر کنوناست خانمان محترم اصلا و همچنان علت آمد شده اینجا و برنامه شما که به خاطر رایز بیشتر به ما توضیح بدن امی و ما چون از طریق فیسبوک هم آنلاین استان و امی معرفی برنامه شده یا فیسبوک هم امی دقت میکنم برنامه رادیویی ما شروع میشه. تشکر.
پسرم خدا و پایان یارم، بالو پر بشکسته و دل افکارم، بالای سرم خدا و پایان یارم، بالو پر بشکسته و دل افکارم. راضی نبودم جدا شوم از دل بر، راضی نبودم جدا شوم از دل بر، آورد خدا چنین من ناچارم، آورد خدا چنین من ناچارم. امی دردم دوای داره یانی، امی رنجم شفای داره یانی، امی دردم دوای داره یانی، امی رنجم شفای داره یانی. شما در کشتن عاشق رضای، شما در کشتن عاشق رضای، امی عاشق خدای داره یانی، امی عاشق خدای داره یانی، امی عاشق خدای داره یانی، امی عاشق خدای داره یانی. نشانه تیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، روزی که فلک نشانه تیرم کرد. سلام دوباره وطنداران عزیز، ما برنامه خود مجدد شروع میکنیم. این دفعه از طریق فیسبوک نیست و فقط از طریق رادیو، و بعدا هم برنامه رادیو ثبت میشه و در صفحات اجتماعی چی فیسبوک و چی سایت ما از طریق از اونا شما میتونین برنامه را تعقیب کنین، چون ما میفهمم که در این ساعتی که از خیلی کسا نمیتونن این برنامه را نگاه کنن و دوستای ما کوشش میکنن از طریق صفحات اجتماعی برنامه ضبط شده را دنبال کنن. و اول از ما باید بگویم که ما واقعا نیاز داریم در یک نفری که در این مسائل تجربه داشته باشه ما رو کمک کنه، و ما خودم به خاطری که کسی دیگه نیست به خاطر کوشش میکنم این فرصتی که داده شده از این فرصت استفاده کنیم، لااقل بعض معلومات بر مردم داده شوه. اگر کسی تجربه داشته باشه در مسائل مهاجرت، اطلاعات کافی داشته باشه و هنری رادیو و خبرنگاری و ریپورتری چیزا داشته باشن، لطفاً با ما در تماس شوند در صفحه فیسبوک و یا از طریق رادیو، ما بر ما کمک کلان خواهد بود و یک کمک داوطلبانه است به خاطر کمک در وطنهای ما. برنامه شروع میکنیم، مترخم که گفتیم خانم معصومه طرفه مهمان ماست و همینجا پالی ما هستن و بسیار زیاد خوشحال هستیم و زیاد هم دربارش گپ نمیزنیم و از خودشان خواهش میکنم که خودشان معرفی کنن. خانم طرفه بسیار زیاد خوش آمدین و سلامت باشید. شما و میکروفون رادیوی ندای مهاجر، امیدوارم که بتوانین از طریق از رادیو گفته های شما را برای مطلب ما برسن. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. سلام میکنم خدمت دوستایی که فعلا ما را میشنون، و در شروع فکر میکنم جا داره که باید از آقای دکتر صاحب یونس محمدی تشکری کنیم، به خاطر نه تنها به خاطر برنامه فعلیشان، بلکه به خاطر کمکایی که اینا در سراسر نه تنها در خود یونان بلکه در سراسر اروپا تلاش میکنن که برای مهاجرین کمک کنن از طریقای متفاوت. نمونهش نمی رادیو هست، نمونهش رادیو فعلا ما و شما از طریقای متفاوت به میدیا، به سوشیل میدیا مخصوصا دسترسی داره، و از این طریق میتونه دوستا معلومات بگیره، معلومات موثقی که اینا در جریان پروسه پناهندگی در سطح اروپا، از پارلمان اروپا، از کمیته اتحادیه اروپا گرفته تا کانسل یا شورای اروپایی که در این سطح همکاری دارن، بسیار برای ما و شما مفید هست، نه تنها برای کسایی که از شروع داخل آلمان یونان میشن، بلکه بر کسایی که در پروسه پناهندگی در جریان کشورهای متفاوت قرار می گیرن.
ما از فرصتی که برام داده شده چون وقتم بسیار کم است اینجا کوشش میکنم در شروع اول در قسمت معرفی خود، بعد از اون کارهایی را که ما به شکل محدود بر فعلا نسبت مصروفیت های تحصیلی و درسی که داریم در جرمنی اجرا میکنیم یا کمی معلومات میتونم، و بعدا در قسمت از یکی سفری که در اینجا داشتیم و برنامه را که به حساب شبکه سراسری اتحادیه اروپا در اینجا بحث شده بسیار خلاصه در 3 مورد گپ میزنیم. موضوع اول، ما شخصا خودم به عنوان مهاجرین عزیزی را که ما میبینیم مشکلات را که اینا دیدن، ما خوشبختانه بگویم که ما تجربه نکردیم ولی بسیار شنیدیم از اینا، بسیار تجربه به ما نشان میده که اینا چقدر مشکلات متحمل میشن از شروع از افغانستان برآمده تا مثلا شما باید تعداد از اینا را اینجا دیدین و از نزدیک بایشان گپ زدین دیدین که چه مشکلات را اینا تیر کردن بله. بله دقیقا به شکل مقایسوی وقت ما اینا را در یونان میبینیم و کسایی را که مثلا در جرمنی هستند در شهرهای مختلف تا فعلا امرایشان دیدار کردیم. ما در جریانی که محصل بودم و بورسیه تحصیلی بر دوره ماستری گرفتم، بعد از اینکه دوره مهاجرین به حساب شروع شد، کمپا در اطراف دانشگاه ما از ما کمک کردن، کمک خواستن که اگر بتانین شما به عنوان ترانسلیتر یا به حساب ترجمان هم کاری کنین، و ما خواستیم در حد توان در وقتهای به حساب 100 200 در روز یا مثلا 5 600 در هفته بتانیم امرای فامیل ها، مخصوصا امرای کسایی که اطفال طفلا و اینا دارن، همکاری داشته باشیم. و تا فعلا را مشکلات متفاوت را اینا دارن، تا حد توان ما تانستیم امرای از اینا همکاری کنیم. و در قسمت ارگانی که اینا گپ زدن، ما یک ارگانی به نام استارت استودنتس اند اسایلم سیکرز اند ریفیوجیز توگیدر ان جرمنی، در اینجا نه تنها ما بلکه محصلین از کشورهای متفاوت با 7 زبان متفاوت اینا در این شبکه و یا در این ارگان همکاری دارن که در حد توان کوشش میکنیم امروی مهاجرینی که در اطراف در داخل خود شهر اشتوتگارت هستن همکاری کنیم. در قسمت پروژه رایز علت آمدن شما که در یونان بودن بله، علت آمدن ما به خاطر کنفرانس دو روزه که در اینجا بود روی ایجاد شبکه سراسری، گرچه شبکه ایجاد شده ولی به خاطر ادامه کارهایی که به اساس شبکه سراسری تعیین استراتژی و روش کارها و بله و نام پروژه، از نام پروژه شروع میکنیم که رایز هست، یعنی ریفیوجیز ایدیاز اند سولوشنز فور یورپ، مشکلات نظریات و راه حل های مهاجرین و پناهندگان برای اروپا. یعنی تا فعلا را ارگان ها اینا فعالیت های متفاوت داشتن، فعالیت های از بالا به پایین بوده، ارگان های متفاوت آمده مشکلات مهاجرین را تشخیص کردن اینا و تلاش کردن که رای چاره برشان بسنجه. و این پروژه را ما شخصا خودم وقتی متفاوت دیدم و علاقمند شدم که به عنوان یکی از اعضای به حساب نشنال کانتکت پوینت بر جرمنی در اینجا باشم، ای است که فعالیتش متفاوت است تا حدی، بسیار متفاوت است چون از گراس رود به شکل ما معلومات مهاجرین را، مشکلات از اونها را از زبان خودشان میشنویم و رای حل را از زبان خود مهاجرین، رای حل های پیشنهادی از اونها را رویش کار میکنیم. و اینجا ما شخصا خودم در این برنامه دو روزه که در اینجا دیدم، همکارای دیگه که از سراسر اروپا جمع شده بودن، واقعا کلگی در تلاش از امی هست که با ارگان های متفاوت، با سیویل سوسایتی و انجیو های متفاوت در سراسر اروپا با تماس باشن و تا حد توان صدای مهاجرین را در گوش مسئولین برسانن. و این نه تنها صرف صداست بلکه پیشنهادات از اینا را به شکل سلوشنی که شامل از پروژه هست به شکل راه حل موثق باید پیش ببریم. و یکی از هر شما قطع میکنم، یکی از هدفهایی که در این پروژه تعیین شده به نظرم بسیار زیاد مهم است که همیشه گفته میشه و یعنی شعار ماست که میگیم که مهاجرین و پناهجویان و پناهندگان نباید به عنوان فقط دریافت کننده کمک همیشه طرفشان نگاه شده، به عنوان کسایی که حل، رای حل میتونه باشه، به عنوان کسایی که میتونن
با اشتراکشان در تمام مسائل کمک کنن. یعنی اینا مسئولیت دارن در یک جامعه که هستن، باید اینا یک راه حل پیدا کنن. این بسیار مهم است. بله دقیقا دقیقا. موضوع دیگه را که ما میخواستم مختصر در موردش گپ بزنم و چیزی را که ما رویش تاکید داریم در سطح جرمنی فعلا ای است که افغانهای ما و شما مهاجرین تقریبا تا فعلانی که من رایشان سر کار دارم بالاتر از 80% از اینا طبقه جوانی هستن که اینا در تا حدی مثلا تحصیل کردن و درس خواندن تا مقطع دانشگاه بوده یا مثلا های اسکول یا مو دوره مکتب اینا به پایان رساندن. اینا را تلاش میکنیم که به حساب پروسیجر ثبت و راجستر دانشگاه هم را از اینا کمک کنیم. و ما فعلا خود ما شخصا دقیقا تاکید ما روی امی محصلین است که وقت از اینا و نیروی از اینا استعداد از اینا در این جزایه نشه. اینا باید یک راه و رویشی مثلا یک راه حل بر از اینا ساخته شوه که راه های مختلف را ما جستجو کردیم. امرای دانشگاه ها مثلا به تماس شدیم، مخصوصا خود جرمنی خوشبختانه سهولت ها هست بر از اینا. وقتی اسناد در دستشان باشد اینا میتونن در دانشگاه ها اینا مراجعه کنن و بدون از اینکه حتی اگر اسنادشان تکمیل نباشه بعضی از دانشگاه ها در جرمنی اینا حتی اینا را به حیث گست استودنت قبول کردن، به حیث محصل مهمان که فقط شنونده هستن ولی نامشان به شکل پنسلی یعنی به حساب اصطلاح ساده ما و شما نشته می باشه. اینا میتونن که از اون محیط استفاده کنن، از محیط استفاده کنن. اسناد تحصیلی متاسفانه مشکلی که اینا بعضی ها دارن در سطح جرمنی که من متوجه شدم کیسشان تا حدی اسناد تحصیلی از اینا را رد میکنه و این موضوع بسیار مشکل جدی هست و خواهش ما از اینا ای است که اگر امکانش است تا حدی توان کاری کنن اینا که کیسشان اسناد تحصیلی قبلی از اینا را که از افغانستان دارن یا از هر کشور دیگه دارن رد نکنن. اینا بتونه به خاطر در سطح اتحادیه اروپا مخصوصا در کشورهای پیشرفته ای که اینا علاقمندن برن، اونا به نیروهای کاری جوان تحصیل کرده بیشتر ضرورت دارن. فکر کنم یک مسئله دیگه اینجا مهم است که اموطنای مهاجر ما خودشون هم همیشه ترجیح میدن یک کیز پناهندگی رو جور کنن، بیشتر در قبولی فکر میکنن که فقط یک کاغذ بگیرن و بیشتر دیگه فکر نمیکنن که مسائل مسائل تحصیلی خودم در نظر بگیرن. بعضی اوقات یا شاید نام خود اشتباه میتن یا تحصیل کرده از خود بی سواد میتن یا تحصیلات خود پایین میگن. به نظر می ضربه بزرگی است که در خودشون اول میزنن و دوم هم ضربه بزرگی است که در کل چهره به نام ملت افغان میزنن، چون کلی که فکر میکنن اینا کلی بی سواد است و سواددارای ما خود بی سواد معرفی میکنن، بی سوادای ما که بی سواد است. فکر کنم یک معضله است که ما در تمام کشورها میبینیم. یک معضله بسیار جدیه واقعا دقیق. اینم موضوع را من شخصا خودم تا حد توان که امرای محصلین پناهجویان محصلین که در جرمنی و حتی در اینم اینجا دیروز و پریروز امروزی که دیدیم یک تعداد را امرایشان گپ زدیم که شما تا حدی توان کوشش کنین که اسناد تحصیلی تان از بین نره، بتونین او را اینجا استفاده کنین بخاطر فرصت ایجاد میکنن. واقعا اسناد تحصیلی شما که در اونجا دارین در کیس شما مشکل ایجاد نمیکنه ولی فرصت براتون مهیا میشه. و موضوع دیگه را در سطح مشکل است که ما در مجموع در سطح کل جرمنی بحث کنیم بخاطر 16 ایالت جرمنی به شکل 16 دولت کوچک به حساب اتحادیه میره مستقل. بله به او خاطر قانون ها متفاوت میباشه، نمیتون آدم به شکل عموم بگو یک چیز قابل تطبیق در سراسر جرمنی هست. و موضوعی که مهم است در یک بندی از قانون دولت آلمان آمده ای است که اگر فرصت برای دوستان مهیا شوه اوسبیلدونگ، چیزی به نام به زبان آلمانی اوسبیلدونگ میگن، ترنینگ های عملی را وقتی برای از اینا مهیا میشه اینا 100% باید بگیرن. این فرصت باید از دست ندن به خاطر که کسی که اوسبیلدونگ اجرا کرده باشه یک دوره اینمی ترنینگ عملی را یک مدت کوتاه اگر باشه اگر یک دوره بسیار کوتاه را حتی اجرا کرده باشه اینا کسشان رد نمیشه، یکی دوم اخراج نمیشن. اینا از
اینمی خودش کلانترین کمک است. چون چانسی بیشتر برای دسترسی در بازار کار یا شغل و چیزا برشون بیشتر میشه. بله دقیق دقیق. چون دولت هم در این فکر میکنم بیشتر در این فکر است، در این فکر و گزینه از این که فکر کنه که آیا کسی را که ما در اینجا قبول میکنیم در کشور زندگی میکنه تا چی اندازه اینا مفید است، تا این چی اندازه اینا باری از جامعه نیست و بار کشور یا مملکت نیست و اینا به نظرم خیلی کمک میکنه در تمام مسائل پناهندگی برای زندگی مهاجرین. بله دقیقا. و جرمنی مخصوصا به عنوان دومین کشوری با پیرترین نفوس دنیا بعد از ژاپن، اینا به نیروی جوان ضرورت دارن. بله. اینا به نیروی جوان ضرورت داره و افغانهای ما و شما باید از این فرصت استفاده کنن. قبلا محدودیت ها وجود داشت، مثلا تا همی یک ماه پیش را بودجه برای محصلین برای پناهجویان افغان برای کورسای زبان مثلا برای انتگریشن پروگرام ها اونجا وجود نداشت، ولی این همی یک ماه میشه که بودجه را اختصاص داده برای زبان. خب یک خبر واقعا خوش است. ما این شخصا خودم تا روز خبر نداشتم. من فکر میکردم تا نوزم کشور جرمنی و طبق قوانینی که دارن تا کسی که قبول نشده شاید محروم باشه از مسائل تحصیلی و زبان یادگیری. اگر ای شده باشه یک پوینت بسیار مثبت است برای مطمئن که بتوانن مثلا تا وقتی قبولم نشده بتوانن از بعضی مزیات یا بعضی کورسای زبان تعقیب کنن. بله یک موضوعی است که جدیدن اعلان شد که مهاجرین اینا فرق نمیکنه که از کدام کشور میاین و دوم دیگه فرق نمیکنه که اینا مثلا در کدام مقطع هستن کارشان از نگاه قانونی پروسه پناهندگی، اینا شامل کورسای زبان میشن و این خودش یک فرصت بسیار کلان است برای اینا. و حتی ما تشویق میکنم دوستا را که فعلا از طریقای بسیار متفاوت وجود داره به خاطر یادگیری زبان را باید اینا تلاش کنن. مثلا ما میبینیم که در کمپا که بسیار وضعش مثلا نسبت به یک تعداد کمپای دیگه متفاوت تر است، یعنی سهولتایش کمتر است، اینترنت وجود داره، اینا باید از همون فرصت استفاده کنن. کورسای آنلاین هست، دوستا هستن فعالین مثلا در سطح جرمنی ما میشناسیم دوستا را که اینا به شکل آنلاین کورس دایر میکنن و کلگی تقریبا کل مهاجرین اینا میو با اینترنت دسترسی دارن، باید از این فرصت استفاده کنن. یکی از خوبیای اروپا دیست که کلگی دسترسی در اینترنت دارن در تکنولوژی عصر جدید. بله. و اتفاقا تمام کارم از طریق اینترنت و آنلاین صورت میگیره، حتی خود از مردم. بله. با او خاطر مطمئن باید در این پروسه زندگی و در این نوع زندگی با تکنولوژی باید عادت کنن. بله. یعنی کوشش کنن مشکلات خود از طریق تکنولوژی و از طریق، ضرور نیست که خیلی زبان یاد داشته باشه، بسیار سادگی میتونی حالی فعلا از طریق حتی فیسبوک و از طریق خیلی سایت های ساده میتونی پروگرام های بسیار مهم رو دنبال کنی و در تمام اروپا میترست. بله دقیق دقیقا. و دکتر صاحب یک موضوع دیگر که من میخواستم داخل در مورد محصلین پناهجویان که محصل بودن و در جستجوی تحصیل هستن بگویم فرصت تحصیلی به شکل آنلاین هست کی یا تقریبا خلاصه مهیا هستی فرصت و اینا میتونن از اون طریق هم اگر اسنادهایی که قبلا داشتن را داشته باشن فعلا اینا به شکل آنلاین میتونن که یک برنامه است به نام کایرن، اینا میتونن از اون طریق آنلاین پروسه را هم در سطح بچلرز دیگری و هم در سطح ماستری شامل از این برنامه K-I-R-O-N. بله و میتونن که از اون طریق راجستر ثبت راجستر کنن به شکل آنلاین درس بخونن، وقتی اینا اسناد خود از اون طریق میگیرن سندی را که در سطح بچلر دگری یا سطح لیسانس میگیره با اونمو سند اینا میتونه شامل یکی از دانشگاه های کشوری که زندگی میکنه شوه. فکر کنم این یکی از راهکارهایی است که توسط کشور جرمنی برای اولین بار شده و هیچ کشور اروپایی همچون چیزی نیست و خوبیش است. فکر کنم که کسایی که در کشورهای دیگه اروپایی هم میتونن از این برنامه استفاده کنن. فکر کنم که شما منظور شما میگید. بله. از مزیت های بسیار بسیار مفید از چرا هم بگیم مثل دانشگاه وریست داره. بله دانشگاه آنلاین. دانشگاه آنلاین برای کسایی که مثلا این یک فرصت بسیار کلان است به خاطر که به زبان انگلیسی است
ما دانشجوی ها را پناهجوی ها را داریم که اینا در جستجوی تحصیل هستن، ولی متاسفانه اینا سند زبان ندارن. اکثرا ما میبینم سند زبان ندارن. برشان وقت داده میشه که شما برین مثلا تا 6 ماه دیگه یک سند آیلتس یا تافل برای ما بیارین، ولی در این مدت هم اینا وقت میرن امتحان میتن. حتی دانشگاه ها امرای ارگانایی که کورس چی همی امتحان بین المللی زبان میگیره در تماس میشن که از امو فیسی را که حدودا $200 یورویی که از اینا میگیره اونمو را ازشان نگیره امتحان بگیره. متاسفانه تا حدی که من میشناسم یک تعداد نتانستن انوزم، ولی به حیث محصل گست یا استودنت انوزم در دانشگاه باقی ماندن. برشان فرصت هست که اینا ادامه بدن. و فرصت های تحصیلی آنلاین اینمی مشکل زبان را برطرف میکنه. اکثران اینا به و این یک فرصت بسیار به زبان انگلیسی است. مثلا کسی که در آلمان است زبان آلمانی ضرور نیست که بره آلمانی را اول یاد بگیره باز بره مثلا شامل چی شد. دسترسی زبان انگلیسی یاد داشته باشه میتونه از طریق زیدون بال کنه. بله، باز وقتی سند خود میگیره، سندی مثلا دوره لیسانس را میگیره، میتونه دوره ماستری شامل یک دانشگاه رسمی شوه به شکل غیر آنلاین یا به شکل مثلا خیلی فرصت خوبه. واقعا خیلی فرصت خوبه. بله. خب خانم طرفا من میخواستم سوال کنم، در این مدت خصوصا امروز قرار که من در جریان هستم، شما بعضی فامیلا و خصوصا خانمای افغانی که کسایی که تا جدید رستن و کسایی که تا بعضی کمپا هستن دیدین و میفهمم که یک دیدار دیگه همین بعد از ظهر دارین در یک از کمپا. بله. تا حالی که شما با مهاجرین دیدین، به نظر شما معزل از بزرگترین مشکلات مردم در اینجا چی میبینین شما در حقیقت؟ چی نظر دارین؟ چی میگن با شما مهاجرین؟ مشکلات متاسفانه بسیار زیاد است، مخصوصا در اینجا. وقت ما میبینیم فامیلا را از شروع اونا اول برنامه به حساب اکومودیشن یا اونم جایی بود و باششان مشکل از مشکل اولیشان است که بسیار در وضعیت سخت قرار دارن. فعلا یک تعداد فامیلا مثلا حتی زیر خیمه با بدترین شرایط، حتی برق ندارن، به حساب مرکز گرمی چیزی نیست، هیچ چیز ندارن. ولی از کشور تا کشور دیگه فرق میکنه. وقتی در جرمنی مثلا مشکل از اونا را ما ببینیم، اونا یک فامیل امرایشان میبینیم، میگه ما 4 نفر هستیم یک اتاق زندگی میکنیم، ما 2 یک اتاق جداگانه برای اشتکای خود ضرورت داریم. وقتی در اینجا ببینی صدها نفر زیری یک خیمه، هزاران نفر زیر یک خیمه مثلا اینا زندگی میکنن. و مشکل دوم، مشکل جدی دیگه را که ما در اینجا در یونان متوجه شدم، دوستا در یونان ماندنی اینجا نیستن، به حساب سردرگم هستن، قسمی که فکر میکنن باید در کشور دیگه برسن. و در اینمی مدت اینا در تلاش ازی هستن که ما چه قسم بیتانیم از این کشور هر چی زودتر براییم. و علاقمندی به یادگیری زبان حتی ندارن و در یک شرایطی مثلا بسیار معلق فکر میکنن خود. از نگاهی سایکالوجی اینا بسیار در یک شرایطی معلق هستن. خب یک موسیقی هم گوش کنیم. ما عمود رقم که بگویم موسیقی ما رو ما اکثرا انتخاب نمیکنیم. آقای تاسوس هست اینجا، ما لیست موسیقی دادیم، خودش کلیک میکنه سر یک دانه که هرچی آمد دیگه. چون زبان ما رو بلد نیست، ما بسیار زیاد تشکر میکنیم. لااقل یک لیست کده گفت نوشته کده که این لیست خواندنای افغانی، با ضرورش یک کلیک میکنه که هرچی آمد دیگه. مردم خبر
سلام دوباره وطنداران عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنیم از خانم معصومه طرفه که در اینجا لطف کردن آمدن در استودیوی برنامه ندای مهاجر و معلومات هم که دادن معلومات بسیار مفید بود و تأکیدی که داشتن اینا روی طبقه جوان و کسایی که تحصیل کردن چقدر مهم است که اینا تسلطشان در نظر بگیرن در پروسه پناهندگیشان، چون بعدنا برسون مشکل زیاد خلق میشه و تحصیل، درجه تحصیل و تحصیلات همیشه یک پوینت مثبت در پروسه پناهندگی است، تایی که یک نقطه منفی حساب شود. این در تمام پروسه پناهندگی و کلن در پروسه ادغام در جامعه میزبان خصوصا در اروپا مسئله تحصیل یک مسئله بسیار زیاد مهم است. به او خاطر وطنداران ما بسیار متوجه از این مسئله باشه و باید ما بگویم که در جریان از دو روز کنفرانس تنها خانم طرفه نبود، کسایی بسیار دوستای عزیزی دیگه از کشورهای مختلف اروپایی در اینجا بودن و متاسفانه چون اونا پروازهای از اونا اکثرا امروز بودن نتانستن اینجا بیاین. دوست بسیار عزیز ما آقای زکی خلیل، ایشان ماشاءالله در جا باشه، همیشه فعالیتشان زیاد است، از روزی که آمدن در اینجا کوشش کردن تمام کمپا باشن و حتی ما خواستیم ساعت 11 بجه بایش مصاحبه داشته باشیم ثبت کنیم و چون مصروف بودن در یکی از قسمت ها با مهاجرین و از طرف دیگه طرف میدانوایی میرفتن ما نتانستیم متاسفانه کردش که بزنیم در برنامه دیگه حتما تلفنی چشم دیدایش از کمپ هایی که در اینجا بودن و از قدم های بعدی که به عنوان یک نتورک رایز میخواین بردارن با هم ازشان سوال خواد کردیم و خانم اسپوژمایی بودن که اونا میخواستیم در اینجا باشه
و با زبان شیرین پشتو با ما حرف بزنه. در اینجا با متنم ما تانوز متاسفانه نتانستیم یک نفر پیدا کنیم که در زبان پشتوی برنامه رو با وجودی که وقت است یک روز دیگر هم ما وقت گرفتیم ولی کسر پیدا نمیتونیم که در زبان پشتو بیای برنامه رو اجرا کنه و کسر یک متاسفانه نتانستیم روز که خود داشته باشیم با وجودی که پروازش فرداست آقای بشیر اسکندری که مؤسسه انجمن افغان ها رو به نام افغان کاتالون در بارسلونا اسپانیا دارن، فعالیتش بسیار قابل قدر است و یکی از کسایی است که بسیار تاکید و تلاش زیاد داره برای پیشبرد درست و اساسی از این نتورک اروپایی. ایشان قرار بود بیاید اینجا و متاسفانه تلفنش تلفن اسپانیایی است و ما رقم کردیم که تماس گرفتن نتونستیم که تا خود برسانن اینجا. پروانه دارم ما بایش بعد از ظهر بایش مصاحبه میکنیم و در برنامه دیگه حتما چشم دیدای ظهر هم در برنامه ما پخش خواهد کردیم. خبر ندارم خانم معصومه اگر چیزی گفتنی دارین شما به عنوان آخرین پیام و آخرین گفتنی اگر چیزی دارین میکروفون در خدمت شماست. تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم گفتنیات حدی که سوالایی که شما کردین و جوابایی که ما دادیم کل چیز تا حدی کاور شد و در نهایت ما چیزی را که دوباره میخوایم روش تاکید کنم دوستا، یکی موضوع تحصیل هست، اسناد تحصیلی، و دوم دیگه موضوع باز همینمی اوس بیلدونگ یا ترنینگ های عملی و یا پرکتیکوم به حساب آلمانی. اگر هر کدام از اینا بر شما فراهم میشه در اونجا و یا در هر کشور دیگه اگر باشه، من فکر میکنم یک پوینت مثبت نه تنها در جرمنی است، در کل کشورها است که از این باید استفاده کنین. یک تعداد مثلا میخواین که تحصیل کنن، اگر یک فرصت برشان ایجاد میشه پیش از اینکه موضوع تحصیل از اونا در یک جای رسمی میشه و یا مثلا تایید میشه، باید از این فرصت یا اوس بیلدونگ بر استفاده کنن، به خاطر که حتی اگر منتظر نتیجه اینترویو خود هستن به خاطر پروسه پناهندگی کمک خواهد کرد. حتی اگر یک تعداد را ما دیدیم شاهدش بودیم که اگر پروسه پناهندگی از اونا در حقیقت چیزی را که اونا میگن به منفی رسیده، یعنی جواب منفی گرفتن، اینمی اوس بیلدونگی را که در این مدت اجرا کردن باعث شده که اون نفر دیپورت نشه، یعنی جلوگیری شو از مسئله دیپورتش که بسیار کلان گپ است. از این موضوع باید استفاده کنن دوستان. خب بسیار تشکر. و مسئله همین مسئله که شما میگین اتفاقا در کل کشورهای اروپایی وجود داره و به عنوان پرکتیک و یکی از کارهای عملی که اداره پناهندگی و اداره خصوصا امو کمون یا امو ولایت یا ولسوالی که پناهنده در اونجا جایگزین میشه این پروگرام مانده میشه برایشان. در بعضی کشورها دارم پراکسیس هست، در جرمنی بنام هوس بیلدینگ است، یا مثلا در هر کشور اسمای مختلف مانده، ولی در حقیقت میخواین توانایی یا امو مهارتای شغلی یک نفر از طریق نظامی پروگرام اینا بالا ببرن تا انتباهشون در بازار کار آسان تر کنه. به خاطر این بسیار بسیار یک پوینت مهمه که بعضیا کوشش میکنه فرار کنه از این مسئله که ما نمیخوایم بریم و چون حتما خواهشان اذیت میکنه صبح که وقت شاید از خواب بخزه بره. ولی مطمئن باشین یک کاری است که یک برنامه است که در طول زندگی شما برای آینده شما در کشور بسیار مهم است که نه باید این کار پیش ببرن ولو یک کار ساده باشه. مثلا بله، ما در بله. ناروی دیدم کسایی را که میگفت آره باید بیای بوری به عنوان خدمتگار در هتل کار کنم و شاید از نظر ما بیای که آره ما اومدیم بروم در هتل کار کنم و فکر کنین این نیست که تو در هتل کار میکنی، در اینجا در یه هتل اونا متوجه رفتارت است، متوجه کردارت است، متوجه اخلاقت است و زمانی که از اینجا میری اونا تاییدیه نشته میکنن و این تاییدیه شامل پرونده میشه و جای دیگه مگر روز دیگه دنبال کار بری دوباره اینا داخل میشه و به عنوان تجربه کاری و به عنوان کسی که میتونه سفارش کنه که آیا شما کارت خوب بود یا بد بود و اینا بسیار تاثیرات مهم داره در زندگی در مراحل بعدی زندگی در اروپا که به او خاطر باید اینا رو باید در نظر بگیرن. بله. اما تنهای ما امی خدر و فقط ما میخواییم در قسمت آخری برنامه به خاطری که وقت ما کم است، ما اینمال ساعت 3 است و تاریخ و ساعت 3:30 ما باید یک از کمپا باشیم بریم ببینیم از هموطنهای ما در کمپ بزرگی که در هومیاتین است.
فقط قسمت آخر ما بگویم که در برنامه که ما هفته بعدی داریم شاید نتونیم در رادیو باشیم، چون در تاریخ 5 و 4 و 5 و 6 ما دوباره در بروکسل هستم و امیدواری است که حرف زیاد خسته در سطوح بالا و مقامات بزرگ اروپایی راجع به همین توافقنامه اتحادیه اروپا و افغانستان برای دیپورتی و وطنداری عزیزی که نتونستن پناهندگی بگیرن یا اخراج اجباری. به خاطر از من خواستن که در طی یک دیداری که در پارلمان صورت میگیره یا همو گفتگویی که در پارلمان است و من عواقب از این توافقنامه و نتیجه بسیار بدی که روی کسایی که دیپورت میشن و باید ایر توضیح بدم. در اونجا با وجودی که کسایی هستن ارگانای بسیار بزرگی که در اونجا از ما حمایت میکنن، با هماهنگی اونا ما در پارلمان خواد گپ زدم به خاطر از این مسئله هفته دیگه و انشالله که نتیجهش هم باز بر شما میگم. با وجودی که یک پروسه است که فعلا تصمیم گرفته شده، یک دیلی است که افغانستان با اتحادیه اروپا انجام داده و این دیل لغو نخواهد شد، ولی کشورها باید مجبور شود که نباید هموطنان ما را به زور دیپورت کنه و اینمی امید وجود داره. مثلا در جرمنی فعلا بعضی ایالتاش تصمیم گرفتن که نباید افغان ها رو باز زور دیپورت کنن، ولی قانون قانون است، خصوصا مقامات اروپایی برای تطبیق قانون یا قانونمندی اینا بسیار زیاد پایبند است. و از طرف دیگه که چون یک حال و هوای ضد مهاجر فعلا در کل اروپا تقریبا حکم فرماست، به او خاطر اخراج مهاجرین در حقیقت استقبال میشه از جامعه اروپایی، از یک قسمت بزرگ جامعه اروپایی استقبال میشه، چون سیاست مداران کوشش میکنن رای از دست نتن و این مسئله سیاسی است، خیلی مهم است، اینها ایرم در نظر میگیرن، کوشش میکنن مردم خود در نظر گرفته کار انجام بدن که تا در انتخابات بعدی رای بیشتر داشته باشه و حکومت از دستشان نرن. و همیشه در کل دنیا متاسفانه سیاست و سیاست بازی قدم اول است. به می خاطر و ما هم شما خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم از آقای تاسوس چی اگه آهنگ من که ما بسیار خوش دارم، آهنگ از زرگی گل از خانه بدر میشه نمیشه، یک سبا وقت چپر میشه نمیشه، خیلی خوبش است. و آقای تاسوس هم اگه آهنگ دیگه میمونه، خبر ندارم دفعه کدام آهنگ میمونه و مطمئنم که قدر سلیقه داره، فقط آهنگایی که گوش کردم مفهم کدامش خوبش است غیر میمونه. تاسو نوال سینالو تراودی او شفتو پتلیوسه برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده. نوشتم مادر پیرم که برگرد، جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده، جوان گشته سفراقت کشیده، سفراقت کشیده. صفورا دختر همسایه ماست، قشنگ و تازه و تر مثل گل هاست. یگانه یادگار بابا صفتر، برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نو عروسی آرزو هاست، عروسی آرزو هاست. برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده.
نوشتم مادری پیرم کی برگرد جوان گشته سفراقت کشیده جوان گشته سفراقت کشیده به شهری آرزوها می روم من پر از عشق و تمنا می روم من به دوشم کوله باری از حوادث به دیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من به دیدار سفرا می روم من از اینجا می روم من برایم نام از کابل رسیده دوباره خون برک هایم دویده نوشتم در پیرم کی برگرد جوان گشته سفراقت کشیده